موقعی که میخواین برای خودتون کت یا پالتو بدوزین ابتدا الگوی پایه همان الگوی اولیه بالاتنه رو تبدیل به الگوی کت یا پالتو بکنید بعد کار مدلسازی و الگوسازی کتتون رو انجام بدین. سلام سریا نادری هستم با آموزش تهیه الگوی این مدل کت زیبا به همراه آموزش آستین دو تکه کت و پالتو نظرات خودتون رو برام کامنت کنید لطفا لایک هم یادتون نره چون لایک های شما باعث میشه این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه و در نتیجه افراد بیشتری از اون استفاده بکنن الگوی مورد نیاز برای تهیه کد الگوی اولیه بالاتنه قسمت جلو و پشت و یه دونه الگوی اولیه آستین لازم داریم که تغییراتی باید روی این الگوها انجام بدیم تا تبدیل به کد بشه اولین تغییری که انجام میدین در به قسمت سرشانه به خط سرشانه در قسمت جلو یا پشت هر دو نیم سانتی متر اضافه بکنی یعنی نیم سانتی متر در سرشانه لباس گشاد میشه همین نیم سانتی متر رو در قسمت حلقه آستین تا کارور هم ادامه بدین یک سانتیمتر حلقه گردن پشت رو گشاد بکنیم. خط پهلو رو میتونین حدود دو سانتی متر گشاد بکنین بستگی به مدل کتتون داری یک کنیم تا دو سانتیمتر متر میتونین اینو گشاد بکنین و حلقه آستین رو دوباره بکشین در خط کمر هم حدود یک سانتی متر اونو گشاد بکنین دوباره در خط باسن به همون اندازه که خط سینه رو گشاد کرده بودین اینجا رو هم گشاد بکنین و خط پهلو رو دوباره بکشین این شد الگوی بالاتنه قسمت پشت. برای الگوی بالاتنه جلو هم دوباره در سرشانه همون نیم سانتی متر رو اضافه بکنین به حلقه آستین تا کارور همین نیم سانتی متر رو اضافه بکنین خطهای جدید رو بکشین حدود یک سانتی متر هم حلقه گردن رو گشاد بکنین. خط پهلو به همان اندازه خط پهلوی پشت دو تا سه سانتی متر میتونه اونو گشاد کنین. بستگی به مدلتون داره. کمر را هم حدود یک سانتی متر تا یک سانتی متر و خط باسن را هم به اندازه خط سینه دوباره گشاد میکنین و خط پهلو رو مجددا میکشید. حالا این خطوط جدید شدن خطوط کتی که ما الان میخوایم روش مدل یقه و بقیه کارهامون رو انجام بدیم. کار بعدی به قسمت وسط جلو بالاتنه جلو به اندازه جا گمه بهش باید اضافه بکنین حدود دو تا سه سانتیمتر باز هم این هم بستگی داره به مدل کتتون حالا برای تهیه بروش اسایی از خط کارول به اندازه یک تا دو سانتی متر بالا بریم طرحی که برای بروش و عصایی لازم دارین اونو بکشین وصل بکنین به نوک پنس زیر سینه و این قسمت رو بعد از اینکه این, این کار رو انجام دادین بروش بزنین و حالا ما دو قسمت جداگانه به دست آوردیم اگه پنس زیر سینه رو ببندین این پنس منتقل میشه به بروش اسایی و حالا ما دیگه پنسمون در داخل بروش قرار میگیره به همین شکلی که الان شما متوجه میشین دوباره خط پهلو رو مجددا رسم بکنین حلقه آستین را هم باید دو سانتی متر گشاد بکنین دو تا کنیم سانتی متر باید اینو گشاد بکنین و مجددا این حلقه رو رسم بکنین حتما از خط وسط جلو یه دونه لقه بگیرین که این لقی حدود یک تای کنیم سانتی متر باشه خوبه برای طراحی یقه حدود یک سانتی متر از یقه در سرشان داخل بشین بلندی یقه رو من تا خط کمر در نظر گرفتم این بلندی به دلخواه خودتونه که میخواین یقتون چه مدلی باشه اینجا ما این مدلی که ما در نظر گرفتیم تا روی خط کمر بود حلقه گردن پشت رو هم اندازه بگیرین هر چقدر شد از این خطی که از سرشانه بالا رفتین به همون میزان باید بالا برین یعنی این خط اندازه همان حلقه گردن پشته با استفاده از گونیا روی این خط یه طرف گونیا رو بذارین روی این خط و طرف دیگه پهنای قطون هر اندازه که دلخواه خودتونه معمولا 6 تا 7 سانتی متر این اندازه خوبه به همان پهنای 6 تا 7 سانتیمتری که داشتیم از سرشانه داخل بشین. هر چقدر که میخواین یقتون در روی کمر پهنا داشته باشه اینم مشخص بکنین که من یه مقدار پهنتر در نظر گرفتم حدود 9 سانتی متر در نظر گرفتم حالا طرح یقتون هر طرحی که دلخواه خودتونه میکشید موقعی که این کار را کردین خطی که همان خط شکسته یقه بود تا میزنین این خط رو که تا بزنین شکلی که برای یه تراحی کردین رولت بکنین تا این شکلی که الان شما تراحی کردین منتقل بشه به جلوی کتتون حالا خطوطی که رولت کردین دوباره اگه بکشین یقه که طراحی کردین روی بالاتنه منتقل شد به جلو بالاتنتون به این شکل اون خطی که برای لقی یقه گفتم حدود یک تا یک کنیم سانتی متر میتونین بگیرین میتونستین قبلا اونو بگیرید و میتونین همین حالا هم اونو بگیرین هیچ فرقی نمیکنه. بر حال ما باید این لقی رو بگیریم که بعدا یقه فرم خوبی در بدن داشته باشه بعد از گرفتن لقی دوباره خط وسط جلو تون رو دوباره یه بار دیگه تراحی بکنن که بکنین که اینجا در محلی که لقی رو گرفتین یه مقدار گود میشه باید اینو دوباره پر کنین حالا امتداد سرشانه خط رو روی یقه امتداد بدین بقیه رو تقسیم بر سه قسمت مساوی بکنین یا یعنی این دو تا خط دیگه هم باید بکشین این خط ها رو به این شکلی که من اوازمان دادم اوازمان بدین هر یک از این اوازمان ها نیم سانتی متر باشه خوبه یعنی سه تا نیم سانتی متری حدود یک سانتی متر این قسمت جلوی یقه باید گشاد بشه چون برمیگرده باید یه مقدار گشادتر باشه به همین شکلی که الان من تراحی کردم اینو تراحی بکنین کار بعدی تهیه سجاف همین یق است از سرشانه حدود 3 تا 4 سانتی متر داخل بشیم پهنا را در خود یق حدود 7 تا 8 سانتی متر در نظر بگیرین و به همون شکلی که داشتین سجاف و دوباره به همون شکلی که دارین به فاصله 7 تا 8 سانتی متر پهناش رو در نظر بگیرین و امتداد بدین. حالا باید سجاف و رولت بکنین روی یه کاغذ دیگه. این هم سجاف یقه دقت کنید که سجاف کاملا روی یقه منطبقه اینی هم در اومدن به این شکل الگوی کد آماده شد بالاتنه پشت و جلو که بروش خورد اسایی بود با سجاف یقه برای تهیه الگوی آستین کادری لازم داریم به قد آستین و به پهنای یک دوم دور بازو به اضافه دو سانتی کادر رو کامل تکمیل بکنین. پهنا را که تقسیم بر دو بکنین علامت میزنین به موازات کادر این خط وسط را هم بکشین. به اندازه همین پهنایی که داشتین یک دوم دور بازو به اضافه دو سانتیمتر پایین بیاین از طرفین و مجددا این خط رو بکشین حالا اینو تقسیم بر دو بکنین و خط بعدی رو هم به موازات همین خط بکشین دو سانتی متر از طرفین خط وسط علامت بزنین. هر کدوم دو سانتی متر. این قسمت یک و نیم سانتی متره که از این خط بالا رفتیم. در این قسمت نیم سانتی متر و اینجا هم یک سانتی متر. این علامت ها را حالا به هم وصل کنیم. این خط رو به سه قسمت مساوی تقسیم بکنین یک سوم این خط علامت بزنین حدود دو سانتی متر بالا میرین دوباره این خطم تقسیم بر سه یک سومش یک و نیم سانتی متر بالا برین این خط رو تقسیم بر دو بکنین و سطحش رو به دست بیارین اینجا یک سانتی متر و خط بعدی وسطش رو به دست میارین دوباره اینجا همون یک و نیم سانتی متر حالا اینها رو به هم وصل کنین به این شد کلن حلقه آستین به این شکل اینا رو به هم وصل کنین تاج آستین رو به اندازه نیم سانتی متر تا یک سانتی متر میتونین بالاتر ببرین حالا خط آرنج رو هم مشخص بکنین قد آرنج رو از تاج آستین تا جایی که قدش بشه حدود یک و نیم سانتی متر داخل برین و این خط رو وصل بکنین به زیر حلقه و از پایین هم وصل بکنین به مچ دوباره چهار سانتی متر داخل بریم یه علامت بزنین داخل مچ هم همین چهار سانتی متر رو علامت بزنین زیر حلقه هم همین چهار سانتی متر رو به همین شکلی که من در نظر گرفتم چهار سانتی متر اینم علامت بزنین حالا این نقاط جدید رو به هم بسل بکنین این خط جدید به دست میاد چون آستینی که ما الان داریم کارش رو انجام میدیم آستین دو تکه کته به خاطر این ما داریم این کارها رو روش انجام میدیم از این گوشم حدود یک و نیم سانتیمتر که داخل بشین وصل میکنین روی خط آرنج به این ترتیب یک سانتیمتر بالا رفته و این خط رو که الان خط مچه وصل بکنید اندازه این خط حدود 13 تا از 12 دو تا 14 سانتی متر میتونید اینو در نظر بگیرید بقیهش رو وصل بکنین به خط آرج حالا این خطی که من دارم براتون نشون میدم اینو تا میزنین جداگانه در دو دفعه ببینین یک بار این قسمت بالایی رو تا بزنین و این چهار سانتیمتری که من الان کارش رو براتون انجام دادم این چهار سانتی متر رو به این شکل رولیت بکنید دوباره خط بعدی و بقیه چهار سانتی متر رو دوباره رولت بکنید. این قسمت جلو آستینه برای قسمت پشت آستین این خط و تا روی آرنج کتاب زنین یک و نیم سانتیمتری که بهتون گفتم علامت بزنین و خطشو بکشین تا روی آرنج اینو رولت بکنین و حالا خط دوباره رسم بکنین اینم شد قسمت پشت آستینتون برای برش دوم آستین چون ما گفتیم که آستینمون دو تکهی کته یه کاغذ زیر همین الگو بذارین و خطوطی که الان من دارم رولت می کنم رو روی کاغذی که در زیر این الگو قرار دادیم با دقت اینها رو رولت بکنین اینم قسمت دوم آستین حتما این نقطه وسط رو مشخص بکنین چون موقع دوخت اینو لازم داریم برای دوخت زیر حلقه آستین اینم قسمت دوم آستینتون که زیر دست آستین قرار میگیره هنگام برش به خطوطی که من دارم برش میزنم دقت کنین اشتباهی اینا را قیچی نکنین موقعی که میخواین اینا رو دوخت بزنین ببینین به این شکله این خط با این خط دوخت میخوره و این خط هم با این خط دوخت میخوره یعنی این شکلی میشه این قسمت دوخت میخوره تا پایین به این شکل در میاد این حالتی که اینجا ما خالی داریم حالت پنسه به خاطر حالتی که دست داره دقت کرده باشین کتهایی رو که کت رو موقعی که آویزان میکنین آستین کت یه مقدار رو به جلو خمیده است به خاطر همین پنسی که اینجا داشتیم این قسمت هم به این قسمت دوخت میخوره و این قسمت هم به این قسمت